تورم چند درصد بود؟ 1%, 2%. تورم 30%ی هم اون موقع ما داشتیم. نه من یادم دقیقاً دیگه. نه اون زمانم کسی بود که نتونه نون بخوره؟ نه نه اون موقع یه نفر کار میکرد برای 10 نفر. اون موقع خرج و دخل به هم میومده. تورم مثلا 30%ی 40%. اصلا راجب این مسائل من هیچ وقت یادم نمیاد پدر مادرم راجب گرونی صحبت کرده باشه. جوری که قدیمی ها میگن میشنویم و دیدیم و اینا همه میگفتن ارزونی بوده. اگر خونده باشین هویدا یه خودکار بیکو 13 سال روی قیمت نگه داشت. بیچاره از وقتی بود تا وقتی رفت اصلا کبریت فقط 2000 بود. تورم 35% یه چیزی کمر شکنه. یعنی یه دفعه فقط جنسا قیمتاش نجومش نشده و همچین چیزی من یادم نمیاد. در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است. گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%. نفتی که بود بشکه 1.80 دلار یا 82 سنت و وقتی می رفتیم با کنسورسیوم صحبت می کردیم سر اون 2 سنت چونه می زدیم، یه مرتبه این شروع کرد به بالا رفتن، 5 دلار و 6 دلار و 10 دلار و همینطور هی به طرف بالا رفتن و بعد به رقمایی رسیدیم که این رقم ها قبلا تصورش هم نمی کردیم. وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسری بودجه رو چه کار بکنیم. مطلب ما امسال معکوس شده، با این همه درآمدمون چه بکنیم؟ جنس وارد کشور میکنیم، تقدم هم میدیم با آرتش. این گزارش را هم دو تن از همکاران جوان ما در دانشگاه تهران، هر دوشون هم هستند، دکتر محمد رضا اطمینان و دکتر فرهاد رادسرش تهیه کرده بودند. من این گزارش رو روزی خودم بردم به حضور اعلی حضرت. در این گزارش نوشته شده بود که میزان افزایش قیمت ها در سال قبل 30%+ بوده و امسال هم به همون روند پیش خواهد رفت. که شاه عصبانی میشد محکم پاهاش میکوبید به هم و محکم پاهاش کوبید به من و روش از من برگردوند، رفت به طرف پنجره دفترش در کاخ صاحب قرانیه. معناش این بود که برو از اتاق. اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان. الان والا در حال حاضر از سال جدید به این ما که اصلا ماشین نفروختیم و مراجعه هم نمی کنن. من پول مول ندارم که بخرن دیگه. یعنی شما در بله. سال جدید اصلا سال فروش جدید اصلا فروش نه نداشتیم؟ نه خود منم که قرار مستحصر شدم نمیتونم. منم خودم 5-6 سر آیله هستم، با این درآمد من نمیتونم با این وضعیت زندگی بکنم. یعنی گوشت نمیتونم بخورم، مجبورم پنیر میخوام بخورم که کیلو 16 تومنه، مجبورم نون خالی باخ بالاخره کار دیگه نمیتونم بکنم. مردم چیکار میکنیم؟ خب نون خالی ما محمود هم تا که گفته آقای دکتر ولی گفتن پرتقال نخوریم، گوشت هم نمیخوریم، یواشاش بخوام تا که ایشان بعد میگن نونم نمیخوریم تا ببینیم که اسرائیل کی میاد به سر وقت. میگم میگن آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نونم که نه، پس هوا بخورن. آبره بزنید رو چرا آبجوش بیا نون تلیک کنه توش. چه ما واقعا نان و گوشت این طبقه محروم رو تأمین بکنیم؟ همینجی داشتن نخود دوگانه براخره دیزی داشتن که با این دیزی ارتضا میکردن این تمام مواد مورد احتیاجشون توش بود که الان از اون دیزی محروم شدن. وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.